در این ویدیو شما با بزرگترین پروژه شاهراه بامیان دوشی و ارزش 20 میلیارد حوانی آشنا می شوید. جاده بامیان دوشی با ارزش 20 میلیارد افغانی و با همکاری چینایی ها ساخته می شود. این پروژه عظیم با تمویل بانک جهانی و بانک اسلامی به افغانستان اهمیت استراتژیک می دهند. با طولی 152 کیلومتر و تقسیم بر 6 بخش این جاده ارتباطات را تسهیل می کند و به عنوان جایگزین ایده‌آل برای جاده سالنگ در صورت مسدودیت ها و محدودیت ها عمل می کند. این پروژه افغانستان را به قلب متحرک با سرمایه گذاری 20 میلیارد افغانی تبدیل می کند و توسعه مناطق محلی را تصدیق می کند. این جاده سالها پیش افتتاح شده است. امیدواریم که افغانستان به سوی روزهای بهتر و پیشرفت بیشتر حرکت کند. قرارداد تطبیق پروژه ساخت و ساز سرک بامیان دوشی در زمان اشرف غنی در کابل به ارزش 20 میلیارد افغانی امضا شد. این قرارداد با شرکت چینایی کندا امضا شده است. این پروژه در جریان بیش از 2 سال قرار بود تکمیل شود و کار بخش های اول و دوم آن بیش از 3 میلیارد افغانی هزینه خواهد داشت. بانک های جهانی و بانک اسلامی تمویل کننده این پروژه است. این سرک به طور مجموعه 152 کیلومتر می باشد که از ولسوالی های دوشی، تاله و برفک، ولایت بغلان به ولسوالی های سیغان و شیبر، ولایت بامیان عبور می کند. این پروژه به 6 بخش تقسیم شده است که قسمت اول و دوم و سوم آن در ولایت بغلان و قسمت های چهارم، پنجم و ششم آن در ولایت بامیان موقعیت دارد. بخش اول سرک دوشی بامیان از قریه باغ ملاشا ولسوالی دوشی آغاز و به قریه شالزار این ولسوالی ختم می شود. دارای 24 کیلومتر طول، 7 متر عرض، 8 پایه پل، 153 پایه پلچک، 1738 متر دیوار استنادی کارکریتی، 34623 متر مکعب دیوار استنادی سنگی و 1430 متر جویچه های آبرو می باشد. کار این پروژه تا هنوز تکمیل نشده است. سرک دوش بامیان برای انتقال اموال تجارتی میان ولایات شمالی کشورهای آسیای مرکزی و پایتخت کشور از اهمیت خاص استراتژی برخوردار می باشد و با تکمیل شدن آن می توان بدیل مناسب شاهراه سالنگ در زمان ساخت و ساز و مسدود بودن آن از اثر حوادث طبیعی باشد. بر علاوه استراتژیک بودن این مسیر، بخش اول آن در قسمت وصل مناطق محلی قریجات واقع ملاشا، گزاره، کندسنگ، رباط، سرخکبینی و شالزار کمک می کند. با تکمیل این پروژه بزرگ، افغانستان مرکزی با سرمایه گذاری به ارزش 20 میلیارد افغانی در بخش سرک به قلب متحرک بدل خواهد شد. این سرک دوش پیمان به حیث بدیل سالنگ مورد استفاده قرار می گیرد. دولت افغانستان با ساخت سرک دوش بامیان بر علاوه مسیر سالنگ تلاش می کند تا وصل کردن شمال به مرکز و جنوب کشور از این طریق استفاده کند. قرارداد ساخت سرک دوش بامیان میان وزارت فواید عامه و یک شرکت چینایی امضا شده است. متاسفانه چند سال پیش 100 میلیون دلار پول تخصیص این جاده را بانک جهانی به مبارزه با ویروس کرونا انتقال داده است و این کار سبب تأخیر پیشرفت کار ساخت سازکار این جاده است. جاده دوش بامیان نه تنها ارتباط میان ولایات را تسهیل می کند، بلکه برای مردم افغانستان نیز فرصت‌های بی‌نظیر ایجاد می کند. با اتصال مناطق مختلف ولایت بامیان و بغلان، این جاده مسیر اقتصادی و تجاری برای مردم فراهم می کند. امکان انتقال کالاها و اموال تجارتی به سرعت و کار آمدی افزایش می‌یابند. این امر به نوبه خود توسعه اقتصادی مناطق محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی را تسهیل می‌کند. همچنین این جاده در موقع بحران و حوادث طبیعی به عنوان مسیر جایگزین مطمئن برای انتقال امداد و نجات و تأمین کالاهای اساسی عمل می‌کند.
استراتژیک بودن جاده دوش بامیان بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می کند. این جاده تا سالنگ در زمان ساخت و ساز و مسدودیت های طبیعی قابل استفاده خواهد بود. این پروژه می تواند به عنوان یک ارتقای بزرگ برای تجارت و توسعه افغانستان باشد و با ارزش های اجتماعی و اقتصادی کشور بیفزاید. این جاده نمادی از تلاش ها و امیدهای یک ملت برای آینده بهتر و روشن است. جاده دوش بامیان یک پروژه بزرگ ساخت و ساز است که به مردم افغانستان فرصتهای جدید را ارائه می دهند و تا 252 کیلومتری و تقسیم شدنش به 6 بخش این جاده امکان انتقالات کالاها و اموال تجارتی بین ولایت ها و مناطق مختلف را ساده تر می کند. تمویل این پروژه توسط بانک های جهانی و بانک اسلامی صورت می گیرد. این جاده به دلیل استراتژیک بودن و اهمیت زیادی که دارد می تواند به عنوان جایگزین مناسب برای راه سالنگ در حوادث طبیعی و مسدودیت های طبیعی باشد. از سوی دیگر افغانستان می تواند به یک قلب متحرک و زنده و مرکز تجاری تبدیل شود. دولت افغانستان همچنان برنامه دارد که از این جاده برای وصل کردن مناطق مختلف کشور به یکدیگر و تسهیل تجارت و توسعه تجارت استفاده کند. با تکمیل این پروژه افغانستان می تواند به سرمایه گذاری به ارزش 20 میلیارد دلار افغانی در بخش سرک به قلب متحرک بدل شود. با استفاده از همچو جاده ها ما می توانیم به راحتی به اماکن های مختلف برویم، مثل مکتب، دانشگاه، مدرسه، بیمارستان و دیگر سفرهای ضروری و تفریحی داشته باشیم و اینها باعث می شوند زندگی راحت تر شود. جاده ها امکان تسهیل خدمت برای ملت، دستگیری مجرم، خاموش ساختن آتش فشان ها و به صورت عموم و خلاصه بگوییم که جاده ها برای مساعد ساختن زندگی بهتر برای جامعه کمک می کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. اگر تا اکنون کانال ما را سابسکرایب نکرده اید، همین حالا سابسکرایب کرده و با دوستانتان نیز شریک سازید و در قسمت کامنت منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما در مورد این ویدیو هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.